درود رفقا چطورید خوش اومدید به چستراپیست توی ویدیوی قبلی سینا موحد رو معرفی کردیم و خب اونجا گفته بودم که با هیکار و ناکامورا هم بازی کرده خیلی هاتون گفته بودید بازی با هیکارو رو بذار توی این ویدیو قرار بازیش با هیکارو ناکامورا رو با هم بررسی کنیم توی سایت دات کام چند ماه پیش این بازی اتفاق افتاده البته یکی از بازیهاش در مقابل هیکارو که قراره با هم این بازی رو ببینیم باید بهتون بگم توی دیتابیس شطرنج یک بازی از سینا موحد و, و علیرزا فیروزجام وجود داره و اینکه حالا سینا موحد 13 ساله رو با علیرضا روزای 13 ساله خیلی یا مقایسه میکنن اون هم میتونه جذاب باشه اگر که استقبال بشه حتما اون بازی رو هم بهتون نشون میدم البته اون بازی مال سال 2022 یعنی اون موقع سینا موحد 12 سال سن داشته اگر دوست داشتید اون رو حتما توی کامنت ها بهم بگید اون بازی رو هم بهتون نشون میدم اما توی این ویدیو سینا موحد با مهره سفید بازی رو با حرکت ای چهار آغاز میکنه تایم بازی ها هم نداریم دوستان اما بازی بیلیتس سه سفره سه دقیقه در ازای پاداش زمانی هم نداره خب هیکار و ناکامورا با سی شیش پاسخ اختاده دی چهار دفاع کاروکان رو, کاروکان رو برای این بازی هیکار انتخاب کرده کاروکان پیشرفته رو روی صفحه داریم فیل توی بازی گسترش پیدا کرده طرح سیاه اینه بعدش ای شیش بازی کنه و این فیل رو هم بتونه به بازی اضافه کنه و اسب رو گسترش بده توی این لحظه سینا موحد با ای چهار به این بازی ادامه داده حرکت های اصلی برای سفید زیاده گسترش اسب گسترش فیل حتی فیل دیسه هم میتونه باشه اما اچ 4 امروزه بیشتر بازی میشه و دلیلش اینه جلوی ای 6 رو میگیره توی بازی ای 6 اینجا نمیتونه انجام بده به خاطر G4 فیل توی بازی به دام میفته فیل ای 4 افسه اینجا بره فیل دیگه خونه ای برای رفتن نداره و سیاه فیل خودش رو توی بازی از دست میده هیکارو ناکامورا با اچ 5 اینجا پاسخ داده فیل جی 5 همچنان داره فشار وارد میکنه به این قطر توی بازی سینا اجازه ایشیش رو همچنان نمیده و وزیر به خونه بی 6 اومده فشار به پیاده بی 2 سینا اینو باید بهتون با... بگم این بازی جذاب و تاکتیکیه پس حتما تا آخر این ویدیو رو با من باشید ویدیو رو هم لایک کنید اگر هنوز لایکش نکردید توی این لحظه سینا موحد فیل دیسه بازی کرده پیشنهاد تعویض فیل ها حرکت اصلی یکی از حرکات اصلی میتونه بیسه باشه دفاع از پیاده خودش اما تصمیم گرفته فیل دیسه بازی کنه فیل ها توی بازی تعویض شدن و اینجا هیکار و ناکامورا حرکت ایشیش رو بازی کرده کیان چرا پیاده بیدو رو نمیزنه هیکارو پیاده به نظر میاد پیاده خوبیه بعدش روخه داره زیر ضربه روخه رو میتونه بگیره قابل بازیه بچه ها حرکت قابل بازیه اما هیکارو ناکامورا مثلا دوست نداشته بازی کنه اگر بازی کنه چه اتفاقی میفته؟ خب سفید اصلا نمیخواد فیل خودش رو نجات بده اسب خودش رو گسترش میده فیل رو بزنه توی بازی حرکت وزیر بیست حرکت قدرتمندیه از این پیاده دفاع میکنه از اسب دفاع میکنه وزیر نمیتونه پیاده دی چهار رو بزنه چون حالا پیاده دی چهار هم دفاع داره و وزیر سیاه گیر میفته توی بازی و سیاه مثلا باید با ایشیش به بازی ادامه بده میتونه قلعه بره پیادش زیر ضربه با بی پنج میتونه ادامه بده و اینجا سفید اسب خودش رو گسترش میده و وزیر فقط میتونه بهترین کاری که میتونه بکنه رخ رو بزنه توی بازی و بعد از ها سیاه در ازای وزیری که داده یک پیاده و دو روخ به دست اوورده که متریال کافی و خوبیه اما چیزی که از دست داده گسترش مهره هاست ببینید مهره های سفید چقدر فعالن شاه سفید قلعه رفته مهره های سیاه گسترش پیدا نکردن و فقط انگار سیاه پیاده رونده توی بازی و همین باعث میشه که این دو برتری امتیازی سیاه اونقدر براش برتری محسوب نشه چون توی گسترش عقبه قابل بازی این لاین ولی خب هیکارو تصمیم گرفته با ایشیش به بازی ادامه بده از گسترش پیدا کرده هیکارو ناکامورا پیشنهاد تعویز وزیرها رو داده با سی چهار رد کرده سینا و خب بالاخره اسب رو گسترش داده اسب افسه اسب دی هف و قلعه توی بازی انجام شده توی این لحظه هیکارو پیاده رو زده که بهتر بود مثلا با حرکت اسب F5 به بازی ادامه بده بتونه بعدا فیلر رو توی بازی در بیاره و به گسترشش بپردازه و با زدن پیاده باعث میشه حالا اسب سینا موحد توی بازی فعالتر بشه حالا اسب داره نیم نگاهی به خونه دیشیش میندازه که فوق پایگاه خوبی برای اسب سفید توی بازی خوب دیشیش قدرتمنده درسته این آچمزی وجود داره اما چون دیشیش با کیش همراهه سیاه نمیتونه وزیر رو بزنه هیکارو ناکامورا تصمیم گرفته با حرکت اسب دی پنج خونه دیشیش رو حالا توی بازی محافظت کنه رخ اومده از اسب حمایت کرده فشار به اسب بیشتر شده با بیسه اسب دوباره حمایت شده هیکارو نشسته به رخ رخ جابجا شده فیل بی چهار باز هم حمله به رخ فیل به خونه دیدو اومده داره پیشنهاد تعویض فیل ها رو میده حرکت خیلی جذابه سینا مبعد میخواد فیل سیاه رو رو تعویض کنه تا بتونه اسب رو راحت بذاره خونه دیشیش دیگه اسب خونه دیشیش مزاحمی نداره و خونه های سیاه رنگ رو دیگه مثلا فیلی نیست که کنترل کنه توی این لحظه اگر که مثلا تصمیم بگیره فیل رو بزنه اینجا میتونه با اسب پیش بده شاه دیگه قلعه هم نمیتونه توی بازی بره وزیرها رو میتونه اینجا تعویز کنه سفید و در نهایت این فیل رو توی بازی بزنه پوزیسیون سفید خیلی خوبه این اسبه بسیار قدرتمنده توی بازی پیاده سیاه ضعیف توی بازی و سفید وضع بهتری داره برگردیم به عقب توی این لحظه هیکارو ناکامورا فیل رو به خونه ای هفت برگردونده سینا موحد همچنان میخواد فیل ها رو تعویز کنه و حرکت خوب اینجا مثلا برای سیاه همون فیل بی چهاره دوباره بشه بیاد به رخ بشینه توی بازی حتی قلعه کوچیکه اما هیکارو ناکامورا تصمیم میگیره توی این لحظه قلعه بزرگ بره که حرکت خوبی نیست خب سینا موحد فیل رو زده توی بازی از پس گرفته و حالا حرکت اسب دیشیش حرکت بسیار قدرتمندی اسب دیشیش کیش داده و وزیر هم میتونه وزیر رو در ادامه بازی بزنه چون الان با کیش این حرکت سفید و توجه کنید اگر که سیاه بخواد مثلا توی این لحظه شاه خودش رو جابجا جا کنه بعد از که وزیرها تعویض شدن از F7 چنگال روخا و سیاه متریال بسیار زیادی رو توی بازی از دست خواهد داد و خوب نیست این وضعیت براش به همین دلیل هیکارو تصمیم گرفته یک تفاوت توی بازی بده با روخ کوبیده توی اسب خب سینا موحد وزیرها رو اول تعویض کرده ساختار پیاده یه رو خراب کرده و حالا رخ رو توی بازی زده یه تفاوت توی بازی پیشه، اسب زیر ضربه فشار به پیاده رخ سی یک فشار به این پیاده شاه دفاع کرده اسب فشار رو به پیاده بیشتر کرده تعویز پیاده ها انجام شده سیاه دوست دار حرکت 6 رو انجام بده مدافع رخ رو توی بازی از بین ببره ولی خب اسبش زیر ضربه رخ اسب رو دفاع کرده رخ به ستون سی اومده حرکت رخ سی هفت کیش حرکت بسیار قدرتمندیه برای سفید اسب اومده خونه دی پنج تا تهدید رو جلوگیری کنه رخ سی پنج حالا به اسب حمله شده اسب خونه سی چهار پیشنهاد تعویز اسب ها رو توی بازی داره میده و توی این لحظه حرکت های خوب برای سیاه مثلا اسب ای چهار هست که به رخ بشینه و رخ خونه ای به جز مثلا خونه a 5 نداره یه ذره رخ محدود میشه توی بازی اما شاه بی 8 بازی کرده توی این لحظه و سینا موحد از پارو تعویز هم نکرده اسب رو گذاشته خونه a 5 میخواد از خونه سی چنگال شاه و رخ رو رقم بزنه رخ جابجا شده تا این اتفاق نیفته و حرکت a4 از حرکت اس b5 داره جلوگیری میکنه فضا هم داره میگیره توی بازی بسیار خوب داره بازی میکنه سینا موحد اسب به خونه f4 رفته تهدید اس e2 چنگال رخ و شاه با حرکت رخ c2 دفاع شده اسب اینجا به خونه f5 رفته که حرکت خوبی نبوده اینجا اسب d5 بود مثلا برمیگشت یا مثلا جی شیش باید بازی می شده اما اه... کجا رفتیم عقب اسب به خونه F5 اومده و اینجا حرکت بسیار خوب رخ سی هفت رو سینا موحد بازی کرده درسته این اسب داره به این پیاده فشار وارد میکنه با تمپ حمله به رخ اما اصلا زدن پیاده قابل بازی نیست اگر بخواد بزنه رخ بی هفت کیش شاه نمیتونه از این ستون استفاده کنه باید بره خونه آهش رخ سی چه کسی قرار جلوی زدن پیاده رو بگیره وضع خیلی خرابه مثلا از دی پنج هم بازی بشه رخ در آ هفت باید شاه بیاد این ور یکیش دیگه شاه این ور رخ میاد خونه آ ماته از اون جایی که این رخ هم با اسب داره دفاع میشه پس وضعیت به مات ختم میشه در انتها به همین دلیل اصلا پیاده رو نزده هیکارو اسب خودش رو برگردونده فشار به رخ توی بازی اما باز هم همون تاکتیک ها رو سفید به کار میبره کیش راه باید بره خونه آهش حالا رخ از خونه سیشیش استفاده میکنه فشار به پیاده آشیش باز هم میخواد بزنه توی آ7 هیکارو ناکامورا مجبور میشه اینجا یه دون از رخ ها رو تعویز کنه تا مات نشه توی بازی البته اینجا سینا مباید میتونست با رخ دی یا حتی رخ f از تعویز جلوگیری کنه اما تصمیم گرفته رخ رو بزنه با شاه پس گرفته شده پیاده ایشیش رو توی بازی زده و پیاده اچ رو از دست داده خب این پیاده هم زیر زر توی بازی رخ اول به اسب نشسته اسب جابجا شده کیش شاه اومده بالا رخ اومده به خونه جی هش سینا موحد به زفهای های هیکار و داره توی بازی فشار وارد میکنه اینجا از پیاده رو دفاع کرده پیشنهاد تعویز اسب ها رد شده رخ اومده سراغ این پیاده شاه بهش نزدیک شده میبینید پیاده دیچار هم زیر ضربه رخ برگشته حمله کنه به اسب اسب جابجا شده توی این وضعیت و توجه کنید تهدید سیاه زدن پیاده دی 4 رونده سفیده توی این لحظه سینا موحد دی پنج بازی کرده از رونده خودش داره توی بازی استفاده میکنه اما اگر مثلا میخواست از ایسه بازی کنه سیاه میزد توی پیاده رخ در اسب نداره به خاطر چنگال شاه و رخ توی بازی توی آخر بازی ما میدونیم هیکارو ناکامورا با اسب خیلی خوب بازی میکنه و خیلی هم جلوش قرار گرفتن سخته خب توی این لحظه سینا موحد پیاده رو رونده توی بازی شاه نزدیک شده به رخ رخ حمله به پیاده برگشته رخ رفته خونه اچ 8 فشار به این پیاده اینو بزنی اونو میزنم همین اتفاق افتاده از پا هم دیگر رو دارن کاور میکنن توی بازی اما جی4 حرکت خوبی توی بازی فشار به اسب اگر دو تا اسب دارن همدیگه رو حمایت میکنن به هر کدوم فشار وارد کنید به اون یکی هم فشار میاد در اسب توی بازی اسب جابجا شده رخ به خونه اچ7 فشار به این پیاده اسب دفاع کرده و حرکت اف چهار حرکت قدرتمند اف5 خیلی سخت دفاع کردنش به همین دلیل مجبور شده اسب بزنه و پیاده g 7 رو داده این آچمزی بسیار قدرتمنده اسب اومده دفاع کنه اما حرکت سینا رو ببینید اسب ایسه حرکت فوقالعاده است نمیتونه بزنه چون زدن اسب با کیش شاه جابجا جا بشه این اسب رو هم از دست میده به همین دلیل و ناکامورا شاه رو از توی این آچمزی بلند کرده اسب با کیش از دست رفته و پس گرفته یک تفاوت توی بازی جلو رخ رو گذاشته F7 فشار به این پیاده و این پیاده رو به دست بیاره دیگه کار براش راحته A6 A5 و شاه رو توی بازی سینا موحد فعال میکنه میخواد بیاد سراغ اسب اسب دفاع شده بهش حمله شده اسب کیش داده شاه رفته به خونه F5 و اسب برگشته توی این لحظه حرکت جذاب سینا موحد رخ در افشیش زده و تفاوت رو داره توی بازی پس میده چی به دست میاره نمیتونه بزنه اگر بزنه که کی میخواد جلوی این پیاده رو بگیره توی بازی وزیر میشه پیاده سفید به راحتی و بازی رو میبره از هم اینجا نزده از رفته به خونه البته از تکون نخورده شاه بی چهار بازی شده رخ پیاده بعدی رو زده پیاده بی سه رو از دست داده پیاده یا پنج رو به دست آورده و توی این لحظه هیکار کار ناکام رو از بازی انصراف داده سفید دو پیاده داره یک رخ در ازای اسب داره و وضعیت برای سفید بین نظیره و هیکارو توی این لحظه از بازی انصراف داده امیدوارم که از این بازی لذت برده باشید بازی جذابه بود من خودم خیلی دوستش داشتم و حتما بهم بگید اگر دوست داشتید بازی های بیشتری از سینا موحد مخصوصا بازیش با علیرضا رو بهتون نشون بدم حتما برام کامنت کنید توی ویدیو بعدی میبینم اتون.